شناخت موسیقی دستگاهی ایران. تهیه کننده و مجری محمد رضا لطفی. سلام بر شنوندگان عزیز رادیو فرهنگ، ما برنامه شناخت ضرب‌های ادواری رو پی می‌گیریم. در برنامه گذشته ما بخش‌هایی از فنون درک ضرب‌های ادواری رو گفتیم، به خصوص قیاس کردیم با افاعیل شعر فارسی و در کنارش اتانین ضرب‌های ادواری و توضیحاتی در این زمینه دادیم. امروز من به این نکته میخوام توجه بکنم که نگاه به زمانها و نقرات یا واحدهای ریز به چه صورتی در شرق شکل میگرفته که ما امروزه از نظر علم نظری بخشهای از این ادراک رو از دست دادیم یا با یک ادراک دیگهی به ضرب توجه میکنیم که بخشی از این ادراک متأثر است از موسیقی غربی و خصوص موسیقی کلاسیک غربی و نگاه اونها به میزان و ضرب. شما در موسیقی غربی اگر از یک استاد موسیقی سوال کنین ضرب در موسیقی غربی برای شما چه معنی داره، بلافاصله به شما میگن مترونوم، یعنی یک وسیله‌ای، واحدی تعریف شده با ضوابط تعریف شده و زمانبندی مشخص که به ما زمان و میزانبندی ها رو نشون میده. در قدیم مترونوم ها علاوه بر این که اون پایه وسط رو داشتن که زمان رو از نظر سرعت تقسیم بندی میکرد، زنگ هم میزد. یعنی اگر یک دو ضربی بود اولش زنگ میزد، میگفت درنگ دوم، درنگ دوم. اگر سه ضربی بود میزد دلنگ دوم دوم، دلنگ دوم دوم. یا اگر چهار ضربی بود میزد دلنگ دوم دوم دوم، دلنگ دوم دوم دوم. تمام مقررات و محاسبه زمانی و اکسنت ها و میزان ها توی مترونوم تعبیه شده بود در این وسیله. تأثیر این نوع نگاه و این تسلط و این شاید نزدیک به 200 سالی که موسیقی کلاسیک از دوره باخ به خصوص شکل بندی شد، همون تعاریف و همون نگاه در توی یک قرن، یعنی قرن کامل قرن بیستم، اون تعاریف وارد موسیقی ایرانی شد و در اینجا دو روش به وجود اومد. یک روش رفت به سمت روش اصطلاحاً ما بهش میگیم روش هنرستانی که شروعش با شادروان استاد وزیری و در تداومش افراد دیگه مثل خالقی، بعد آقای دهلوی و دیگران در واقع این هنرستان اداره کردن، که نگاهشون بیشتر با نگاه همین مترونوم حرکت میکرد و تعاریف غربی ضرب بود. تئوری ضرب هم که درس میدادن در هنرستان همین تئوری غربی بود و کتابها هم کتابهای پوزولی در بخش ضربخوانی به وسیله شاگردا خونده میشد و اونا با همون متد مترونوم و تقسیم بندی مترونوم ضربها رو میخوندن که این ضربها بیشتر همون ضربهای دو ضربی و دو ضربی ترکیبی بود و گاهی هم ضربهای ساده مثل ضرب 3/4 هم درش گنجانده شده بود. بعد شاگرد محاسبه میکرد تا این ضربها رو بخونه. اما در ریتمای ادواری که همونجوری که اشاره کردم پایه افاعیل یا اتانین و ضربها در فراز خودش نشون میده و یک فراز کل میزان یا کل دوره نشون میده، در اینجا توضیح دادیم که با پدیدی به نام اکسنت مواجه هستیم. در اینجا من یک مثالی رو میزنم. برای مثال در یک ریتمی که 8 واحد داره به این صورت،
یک، دو، سه، چار، پنج، شیش، هفت، هشت. یک، دو، سه، چار، پنج، شیش، هفت، هشت. در موسیقی ادواری تقسیم بندی ها همواره این هشتا به دوتا چارتا تقسیم نمیشه، یا تقسیمات فقط روی واحدهای مساوی نیست. برای مثال من یکیشو مثال میزنم، ما میتونیم بگیم یک، دو، سه، چار، پنج، شیش، هفت، هشت، بازم این هشتاییه. میتونیم بگیم یک، دو، سه، چار، پنج، شیش، هفت، هشت. حالا اگه اینو بخوایم پشت سر هم کنیم، میگیم اکسنت ها رو روی عددهای مختلف من تغییر بدم، میشه یک، دو، سه، چار، پنج، شیش، هفت، هشت، 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 سه، چار، پنج، شیش، هفت، هشت. هشت بار شما اکسنت رو میتونید فقط در اینجا تغییر بدید. وقتی موسیقی میاد اینجا، اگر روی سه و مثال روی شیش هست، میگیم یک، دو، سه، چار، پنج، شیش، هفت، هشت. بعد ملودی میشه داد 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 داد. در اینجا یک تنوع بی نظیری به وجود میاره. یا مثلا رو چار اکسنت بزنیم و رو هشت داد 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 داد. شما وقتی نگاه میکنین میبینین که اینجا اکسنت ها تغییر میکنه. شاگرد ها از ابتدا این اعداد رو و به صورت اعداد یا واحدهای مثل د و ل یا دوم، د، دله، چیزایی که ساده بود در زبان که زبان فارسی بگرده یا زبان هندی بگرده، اینو تمرین می‌کردن و با این تمرین‌ها مسلط می‌شدن در دور ریتمیک، یک، در نگاه داشتن زمان که واحدها درست زمان نگهداری بشه، و در اکسنت‌ها. مثلا ما قطعه‌ای داریم متعلق به استاد سباز که میزنه دا 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 دا. ببین اکسنت میره بشه یک، دو، سه، چار، یک، دو، سه، چار، یک، دو، سه، چار، یک، دو، سه، چار. اکسنت اینجا عوض میشه. ولی در کتاب ها ضرب نوشته شده ولی هیچ اکسنتی نداره. میزان غربی نوشته شده، اما شاگرد نمیفهمه که این اکسنت باید کجا بده مگر استادش براش بزنه. در صورتی که اینها مقررات داره و چقدر خوب بود زیر اینها اعدادا نوشته میشد و اکسنت ها داده میشد که شاگرد بتونه بفهمه حالا این یک نمونه از اکسنته. و از این گونه مسائل ما زیاد داریم. پس یک مکتب هنرستانی شد که حدود 70% متأثر از تمام قانونمندی موسیقی غربیه که در هنرستان موسیقی ملی هم متاسفانه با اینکه هنرستان ملی بوده ولی 70% متأثر از ضوابط و رعایت اصول موسیقی هنر کلاسیک غربیه. اون 30% در دوره‌های مختلف هنرستان در زمینه نواخت ضرب با توجه به نگرش مدیران تغییر کرده. برای مثال دوره خالقی خیلی از نوازنده‌ها و موسیقیدان‌های قدیمی به هنرستان راه یافتند. سازهای ایرانی مقدار جون بیشتری گرفت. در دوره‌های بعدی هم باز به ضرب توجه زیادی شد. برای مثال حسین تهرانی استاد بی‌بدیل ضرب که مبانی زیادی رو برای ضرب شروع کرد دوره خودش، با شاگردان بسیار خوبش مثل حضرت اسماعیلی و شاگردان آقای اسماعیلی در هنرستان نقش بارز و نقش مهمی رو در هنرستان ایفا کردن. اما بیشتر نوازنده های در واقع در رشته های روزانه کسی به عنوان حرفه‌ای که نوازنده ضرب بشه و ضرب رو، پرکاشن رو، ضرب، دف، دایره، تب، تبل ریز، تبل بزرگ، نقاره، دهول و اینها در واقع به صورت حرفه‌ای پرکاشنیست هنرستان ملی اینا رو یاد بگیره، من تقریبا کسی رو ندیدم در هنرستان که به صورت تخصصی دیپلم ضرب بگیره، دیپلم پرکاشن ایرانی بگیره یا سازهای ضربی ایران زمین بهتره بگیم. و بیشتر کار هنرستان به عنوان اینکه ضرب شناسیشون خوب بشه به صورت یک درس تقریبا اجباری همه بچه‌های هنرستان، اونایی که موسیقی ایرانی کار میکردن، یک دوره هم ضرب زدن که خیلی از اینها ضرب که میزدن بیشتر برای اجرای برنامه
به صورت یک گروه ارکستر ضرب ازشون استفاده میشد و مثلا افرادی مثل اسماعیل تهرانی سنتور نواز بسیار خوب، آقای واثقی ایشون هم سنتور نواز و آهنگساز بسیار خوب مثل خود آقای تهرانی، جناب آقای روشن روان که فلوتیست بسیار بسیار فوق‌العاده در هنرستان بود، آهنگساز فوق‌العاده بود، اینا همه ضرب می‌زدن اما ضرب رو به عنوان یک کار حرفه‌ای دنبال نکردن. هنرستان سازهای دیگه رو دنبال می‌کرد اما سازهای پرکاشن رو دنبال نمی‌کرد. چقدر خوب بود که در هنرستان در همون دوره علاوه بر ضرب سازهای کوبی تمام ایران در اونجا جمع می‌شد و در اونجا مطالعه می‌شد و به صورت تخصصی با استادکارای اینا تماس می‌گرفتن، اینا می‌آمدن درس می‌دادن، منضبط می‌کردن، نوتاش می‌نوشتن، ضبط می‌شد و اینا تعلیم دیده می‌شدن که ما الان از هنرستان موسیقی ملی حداقل یک شاگرد نوازنده، شاگرد مقتدر ضرب می‌داشتیم. در هنرستان حسین تهرانی اولین پایه‌های ضرب با روشی که خودش تقریباً میشه گفت که خودش ابداع کرده بود که این ریزهای داخل ضرب ابداع حسین تهرانیه، تکنیک ضرب رو خیلی بالا برده و به شاگرد خودش، بهترین شاگرد خودش آقای اسماعیلی یاد داده و اینها تلاش زیادی در هنرستان کردن که ما ضرب استاد حسین تهرانی رو یک بار در این برنامه پخش میکنیم و این بار ضرب جناب اسماعیلی رو پخش میکنیم. ایشون هم زحمات زیادی برای ضرب کشیدن، اتفاقا برخلاف استادشون حسین تهرانی که شاگردهای اندکی رو درس میداد و خیلی هم حوصله تعلیم تنبک رو نداشت مانند خیلی از هنرمندان خلاق، با وجود آقای اسماعیلی تمام اختیارات با آقای اسماعیلی داده شد و جناب آقای اسماعیلی کار تدریس رو اونجا ادامه میدادن و آقای اسماعیلی شاگردان زیادی رو تربیت کردن. امروز ما میبینیم که من اینجا تو هنرستان مکتبخانه میرزا عبدالله بعضی از دوستان میان میبینم که شاگرد آقای اسماعیلی بودن و باز زدنشون متوجه میشدم که این مکتب حسین تهرانی است و مکتبیه که ما میتونیم بگیم مکتب هنرستانی زن. اما حسین تهرانی تفاوتی با شاگرداش داشت. حسین تهرانی چون از گذشته های دور با استادهای موسیقی مانند سبا، حاجی خان، آقای دوامی، خواننده‌های مثل ادیب و حسن کسایی ها و دیگران کار کرده بود، ضرب‌های قدیمی و شور و احساس ضرب‌های قدیمی رو در دل خودش داشت و با این ابداعات و کمک سبا و دیگر دوستان متواضعانه به ضرب خدمت زیادی کرد و شاگرداش از نظر فرهنگ موسیقایی تا یه حدودی اون شناخت موسیقی ایرانی رو خیلی زیاد نداشتن، مانند استادشون البته، نه که خدای نکرده شناخت نداشتن، شناختشون مثل استاد حسین تهرانی در زمین موسیقی نبود. حسین تهرانی هم تصنیف ها حفظ بود، هم آواز میخوند، هم ضربی نواز خوبی بود، هم ضربی میخوند. بعد حسین تهرانی خودش میگه، میگه که از افتخارات من این بوده که صندوقکش دو استاد موسیقی بودم. صندوقکش یعنی ساز اینا رو هم بکنه، یکی بزرگمرد سنتور جناب حبیب سمایی و یکی هم بزرگمرد ستار و ویولون جناب استاد سبا. یه همچین حالتی داشت و دور اینها در چرخش بود و از اینها از نظر موسیقی ارتزاق میکرد و خودش اهل ادبیات بود، اهل شعر بود و کارهای ارزندی کرده، ولی وقتی که میره زندگی هنری، وقتی میره توی هنرستان دیگه معلم و شاگرد میشه، در صورتی که حسین تهرانی در هیچ هنرستانی تعلیم ندیده بود، سینه به سینه و با حضور با استادا، نشست و برخاست با استادا، این فرهیختگی و این قدرت توانایی در ضرب و ادراک از موسیقی رو از اونها گرفته بود. به هر حال با هم میشنویم ساز استاد اسماعیلی رو که زحمات زیادی برای ضرب کشیدن و بسیار بسیار آدم منضبط، در تمرین ها یک دقیقه دیر نمی کرد، مدت های مدید از ابتدا با گروه شادروان پایور کار می کرد و من بارها در گروهشون ایشون دیدم که واقعا اون 3.5 ساعتی که آقای پایور با اون دیسیپلینش کار میکرد، آقای اسماعیلی یک لحظه توقف نمیکرد و با احترام خالصانه به حرف استادش گوش میکرد و همواره سر وقت بود. کلاسای هنرستانش همواره سر وقت بود. به اضافه اینکه یک تفاوتی هم جناب آقای اسماعیلی با بقیه ضربزنا داره که مدت‌ها ساز کلارنت غربی رو کار کرده و نطخونیش خیلی قویه
و همواره توی اون طبقه پایین هنرستان که درس میداد تو زیر زمین، صدای وقتی شاگرد نبود صدای کلارنت رو من میشنیدم و صدای ضربش هم که همیشه میشنیدم. انشالله که خداوند عمر طولانی به این استاد عطا کنه که هنوز هم در حال زحمت کشیدنه. با هم به ساز این استاد بزرگ گوش میکنیم.
به غیر از مکتب هنرستانی یه مکتب دیگه هم به وجود اومد بعد از تأسیس رادیو که تقریبا میشه گفت که بگیم بهش مکتب رادیویی. شاید این لغت و این کلمه رو کسی سال استفاده نکرده. مکتب رادیویی خودش برای خودش یک قوانین خاص داشت، چرا که رادیو همیشه محور مردمی بودن بود و از طریق رادیو اینا بازتاب اجتماعی کارشون رو در خانواده، در مهمانی ها، در میان فرهیختگان احساس میکردن. به همین دلیل در مکتب رادیو، اگرچه حسین تهرانی جزو اولین کسانی بود که در رادیو تنبک میزد، ولی قبل از او افرادی مثل غراب که من ایشون رو ملاقات کردم یک بار در استودیو بل، اگه اشتباه نکنم پدر خانم خواننده‌ای بود که من متاسفانه الان حضور ذهن ندارم، شاید برنامه بعد یادم بیاد و بگم، و ایشون رو من ملاقات کردم. ایشون جزو اولین تنبک نوازایی بود که در اون دوره ابتدا که ارکسترا درست شد همکاری میکرد. در رادیو افرادی مانند افتتاح در اونجا کار دائمی میکردن، جناب آقای بیداریان، جناب آقای ملک، جناب آقای آپتین، اینا کسانی بودن که جزو ضرب زنهای خیلی خوب رادیو بودن و از استایل یا از مکتبی برخوردار بودن که بخشیش تحت تاثیر حسین تهرانی و افتتاح بود، بخشیش هم زایده نوع سیستم موسیقی مجالس بود که به رادیو انتقال پیدا کرده بود. به هر حال در اینجا ما متاسفانه برنامه‌مون تموم میشه و شما رو به خداوند متعال می‌سپاریم. شب و روز شما خوش باد.